داستان یک شهر نوشته احمد محمود فصل یک. باد فرمان را از دهان گروهبان غانم می قاپد. دسته به جای خود، صدای دست جمعی جاشوها همراه باد رو سطح دریا کشیده می شود. ممیرم به دریا سیت سوغات می آروم. مثل موج دریا دائم بیقرارم. پانویس سیت سیتو یعنی برایت. گروهبان غانم ریز اندام است و استخوانی، با چشمانی درشت و سیاه و دهانی گشاد و سبیلی نرم و تنک. کلاه پارچه‌ایم را تو مشتم مچاله کردم. بچه ها جلوی در غسالخانه صف کشیدند. صدای گروهبان غانم غم زده است. پا به پا می شود و رو به صف می کند و می گوید آزاد وایستیم. به دیوار سنگی مرده‌شوی خانه تکیه دادم. از چهار ستون بدنم عرق می ریزد. تمام تنم عرق سوز شده است. پیش رویم قبرستان است، با سنگ قبرهای پوسیده و چهار طاقی های جا به جا نشسته. قبرستان که تمام شود ماسه های زرد کنار دریاست و بعد پهنای سربی رنگ دریا. جا به جا می شوم و سر بر می گردانم و به نخلستان عدنانی نگاه می کنم. از بالای چتر سبز به گرد نشسته درختان خرما بادگیرهای بلند شهر پیداست. آسمان سفیدی می زند. خورشید آنچنان پرزور است که انگار در جهنم را باز کردند. صدای زیر پسر بچه‌ای از پشت پرچین باغ عدنانی بلند می شود. جهاز تک تکی کلبندر جکی، چیه بارش به مولا لباس دولتی. پوست سبزه گروهبان غانم تو آفتاب تیره به نظر می رسد. انگار اولین بار است که به این خوبی گروهبان غانم را برانداز می کنم و انگار که تو 18 ماه گذشته اصلاً دندانهای طلایش را ندیدم و ندیدم که گونه هایش این همه برجسته است. برق گریزان سرنیزه ها گهگاه چشم را می زند. چهره همه بچه ها به غم نشسته است. لبهاشان خشک و ورم کرده است. پا به پا می شوند. بیتابند. آفتاب دارد بریانشان می کند، اما لام تا کام نمی گویند. من کنار سایه رمنده دیوار غسالخانه ایستادم. از شکاف تخته های کهنه و موریان خورده پنجره چوبی غسالخانه داخل را نگاه می کنم. مرده‌شو جنازه علی را بر می گرداند که گردش را کیسه بکشد. از لای دهان نیمه باز علی زرداب بیرون می ریزد. دلم آشوب می شود. شیخ اسماعیل له له زنان از راه می رسد که تو مسجد غسالخانه نماز میت بخواند. گیلان و علی دادی پشت سرش هستند. شیخ اسماعیل دامن چوخای تیرش را بالا گرفته است که خاکی نشود. پیشانی تنکش به عرق نشسته است. دماغ گندش تمام پهنای صورت پیر و قهوه‌ای رنگش را پر کرده است. از جلوم رد می شود و می رود تو غسالخانه. لبهای علی دادی می جنبد. انگار دارد ورد می خواند. با لنگوته‌ای که رو شانه انداخته است، عرق پیشانی پرچروکش را و گونه های استخوانیش را که از آتش تنور سوخته است می گیرد. ریش علی دادی می جنبد. انگار دارد فاتحه می خواند. باز از لای درز نیم در چوبی داخل را نگاه می کنم. توهیگاه علی پاره شده است. از بالای لگن خاصره تا زیر دنده های چپ عین زمین سله بسته شکاف برداشته است. گودی کمر علی و برجستگی لنبرش از خون دلمه و خشکیده سیاهی می زند. تنم مورمور می شود. دلم طاقت نمی آورد.
سر بر می‌گردانم و چشمانم را رو هم می‌گذارم. همین 3-4 روز پیش بود که با هم رفته بودیم قهوه خانه انور مشتی تا قلیان بکشیم و چای بخوریم و سر به سر قدم فیر بگذاریم و وقت بگذرانیم. قدم، چرا امروز بخ کردی؟ کمتر دیده بودم که اوقات قدم تلخ باشد. قدم خیر سیاه است و گنده، عینه اسب آبی. دماغ کوچکش تو پهنای صورت بزرگش که به طبق میماند گم می شود. لبانش سرخی می زند. سفیدی چشمانش به زردی نشسته است. قدم خیر هیچ وقت برقه نمی زند. توضیح: برقه نوعی روبند، نقاب، قطع پارچه‌ای که زنان جنوب صورت خود را با آن می پوشند. ادامه داستان. علی رو نیمکت قهوه خانه سر خورده بود به طرف قدم. نه قلیان را دراز کرده بود به طرفش و گفته بود: لابد بازم مرادی. قدم دست گوشتالویش را دراز کرده بود که نه قلیان را بگیرد. پستانهای بزرگ قدم خیر که عینه دو مشک نیمه پر رو سینه‌اش سنگینی می کرد زیر پیراهن وال آبی رنگش جا به جا شده بود و نیقلیان را گرفته بود و بی اینکه حرفی بزند به قلیان پک زده بود و چشمانش را رو هم گذاشته بود. اخم قدم خیر تو هم بود. اصلا خلق حرف زدن نداشت. علی باز گفته بود: خب تو که میدونی قدم، میدونی که دیگه مرادی نمیشه. اینه که میدونی. که قدم خیر چشمش را باز کرده بود و آرام نگاهمان کرده بود. بی خود ای همه جز میزنی قدم. هرگز قدم را این همه بی دل و دماغ ندیده بودم. انگار غمش رو دل ما هم سنگینی کرد. علی استکان چای را که یخ کرده بود سر کشیده بود و زده بود پس شانم و گفته بود: پاشو بریم. هنوز راه نیفتاده بودیم که قدم به حرف آمده بود. میگم ای راسته که ممدو با مرادی به هم زده؟ عالم آدم میدانست که گلوی مرادی پیش ممدو گیر کرده است. میدانست که صدای شیخ اسماعیل از در غسالخانه بیرون میزند و حواسم را میگیرد. شیخ اسماعیل دارد نماز میت میخواند. علی دادی و گیلان پشت سرش اقامه بستند. سرم را به دیوار تکیه می دهم و مژه‌هایم را رو هم می گذارم. تو سکوت گرم قبرستان صدای شیخ اسماعیل را می شنوم. انگار دنیا از حرکت افتاده است. صدای شیخ اسماعیل سنگین است. کلمات خشن و تراش نخورده از چاله گلویش بیرون می ریزد. اللهم ان خدایا به راستی این بنده تو و زاده بنده تو و چشمانم را باز میکنم. بالای سر بچه ها عقاب مارخور نابالغی با پاهای آویزان در جا بال میزند. شکمش و زیر بالهایش سفید است. سینهش تیر رنگ است. به رنگ قهوه‌ای سوخته. شاهپرهایش مثل پر زاغ سیاه است. سرش عینه سر جغد است. انگار به دنبال طعمه می‌گردد. با جسه سنگین چرخ می‌زند. بعد رو به باد بالها را افقی نگه می‌دارد و سینه را بالا می‌کشد و اوج می‌گیرد. هنوز صدای شیخ اسماعیل می‌آید. و زاده کنیز توست و به تو نازل شده است. اگر بدرفتار است رحم کن بر او یا ارحم الراحمین. رحم صدای به غم نشسته قدم خیر بود که از گلو بر می‌خواست. رحم بی رحم تر از این مرادی تو دنیا پیدا نمیشه. علی لبخند زد. قصتشو نخور قدم، زندگی همینه، زندگی همینه. تازه از بالای کامیون پریده بودیم پایین و هنوز هاج و واج بودیم.
زندگی همینه بچه ها، افت و خیز داره. علی بود که تو گاراژ عدنانی پشت نرده تختهی ایوان ایستاده بود و حرف می زد. پشت سرش اتاقهای دود زده کنار هم رج زده بود و نور کمرنگ فانوس از لای درها افتاده بود کف ایوان و چند سرباز با سرهای تراشیده و بلوزهای یقه باز از اتاقها زده بودند بیرون و داشتند می آمدند به طرف من. تا سربازها پاگرد پله‌های ساب رفته ایوان را پشت سر بگذارند و بیایند پایین، به دور و بر من که نیمه تاریک بود نگاه کرده بودیم و کاظم گفته بود پس اینجا باید زندگی کنیم. لابد شامم نخوردیم. شب را خوابیده بودیم بندر خمیر و سحرگاه بی اینکه چیزی سق زده باشیم با کام تلخ سوارمان کرده بودند بالای کامیون خاربار گردان بندر لنگه و راهمان انداخته بودند. از لار تا بندر مهتابی شده بود 2 روز و 2 شب. پانویز بندر خمیر نام بندری است در حاشیه خلیج فارس در شرق بندر لنگه. بندر مهتابی از بنادر کوچک خلیج فارس یک پاسگاه کوچک نظامی با چند کپر و چند آلونک اینجا و آنجا. ادامه داستان. هوا شرجی بود. از گرسنگی داشت حالمان به هم می‌خورد. پایین تر از پاسگاه بندر مهتابی پیرمردی تا زانو تو آب رفته بود و رو تور خم شده بود. پوتین هایم را و شلوارم را بیرون آورده بودم و زده بودم به آب و پیرمرد را صدا کرده بودم. پدر! پیرمرد یک لحظه از کشیدن تور باز مانده بود. ماهی داری؟ پیرمرد چشمان خستش را به هم زده بود و نگاه هم کرده بود. ماهی میخوام. صدای پیرمرد با شرشر آب در هم شده بود. موهینم نباره. پانویس یعنی ماهی ندارم. ماهی چی؟ کوسه توی دارم. پانویس یعنی کوسه میخوای دارم. از شاخه های نخل سیخ درست کرده بودیم و آتش افروخته بودیم و روز بعد تا از بندر مهتابی بگذریم و حاشیه باتلاقی کنار دریا را قدم به قدم پشت سر بگذاریم و تنه‌های نخل را جا به جا بیندازیم زیر چرخ‌های کامیون سنگین خاربار که وجب به وجب کناره باتلاقی را بگذرد و برسیم به برکه سفلین. ظهر شده بود و تا از برکه سفلین برانیم به طرف بندر لنگه غروب سر رسیده بود. پانویس برکه سفلین از بنادر کوچک خلیج فارس. لابد شامم نخوردین. شام؟ خدا بهت عقل بده، ناشتایی و ناهارم نخوردین. علی یکو از بالای نرده ها جست زده بود تو محوطه گاراژ و تا جا به جا بشویم و از چاه آب بکشیم و خاک سر و تنمان را بشوییم، نان و سیب زمینی پخته را گذاشته بود جلومان و گفته بود ای وقت شب اونم تو لنگه دیگه ازی بهتر پیدا نمیشه، مگه اینکه بخواین بریم پشته. پشته؟ یک هو تکان میخورم. صدای گروهبان قانه میترکد. به جنازه پیش فنگ. گردم را از دیوار پوسیده غسالخانه جدا میکنم و راست میایستم و کلاه پارچه‌ایم را سرم میگذارم. صدای برخورد کف دست بچه ها به قنداق تفنگ هماهنگ است و تکان دهنده. سلام نظامی میدهم. 4 تا از بچه ها تابوت را رودوش گرفتند و از در غسالخانه که تاق به تاق است بیرون می آیند. کلاه نظامی علی رو تابوت است. انگار که پیشانی بلند علی زیر نقاب کلاه نشسته است. انگار که گونه هایش و دهانش و لبان کلفتش و چشمان درخشانش زیر پیشانی صافش شکل گرفته است. شیخ اسماعیل پشت سر تابوت است.
ریش بلند و جوگندمیش می جنبد. انگار چیزی زیر زبان زمزمه می کند. علی دادی و گیلان پشت سر شیخ اسماعیل راه می روند. دشتاشه بلند گیلان تو لنگ های درازش می پیچد. پانویس: دشتاشه پیراهن بلندی که تا قوزک پا می رسد. ادامه داست. لبهای کبود و قلوهیش از هم باز مانده است و دندانهای بزرگ و یک دستش که از جویدن تنباکو زردی می زند بیرون افتاده است. جنازه به صف بچه ها نزدیک می شود. گروهبان قانم چند قدم جلوی صف ایستاده است. انگار به یک هنگ فرمان می دهد. دسته، پا، فنگ، نیزه، جا. جنازه از مقابل صف می گذرد. سرها همراهش می گردد. باز صدای خشک گروهبان قانم است. دسته، براست، راست. هوهوی دریا از دور شنیده می شود. گردبادی که یک لحظه خاک نرم را از زمین می کند و لوله می کند و بالا می برد. فرمان را از دهان گروهبان قانم می قاپد. نگون، فنگ، قدم، رو. بچه ها پشت سر تابوت آرام راه می افتند. لوله های تفنگ را پایین گرفتند. همه پیش پایشان را نگاه می کنند. عرق از چهار ستون بدنشان می ریزد. پشت چارتاقی دوم که انگار تازه آباهکش کرده اند تابوت علی را به زمین می گذارند. قبرکن ایستاده است بالای قبر و پره بیل را نشانده است تو خاک مرطوب شور زده و پاچه های زیر شلواری راه راهش را تا نیمه ران بالا زده است و پشم سینهش از یقه بازش بیرون افتاده است و تمام تنش خیس عرق است. از تو قبر بخار برمی خیزد. جنازه علی را از تابوت بیرون می آورند. یک هو از حاشیه نخلستان عدنانی خاک نرم همراه باد به هوا برمی خیزد و سینه کش تا قبرستان پیش می آید و سر و رومان را می کوبد. روبروی جسد علی ایستادم. نفس بلند یکی از بچه ها که تو گلویش شکسته است و رها شده است به گوشم می نشیند و بعد حق حق یکی دیگر از بچه هاست. برمی گردم و نگاه می کنم. خروشی است که آرام گریه می کند. عشق رو گونه هایش شیار بسته است. طاقت دیدن گریهش را ندارم. سر بر می گردانم. حالا چشمندازم ماسه های زرد کنار دریاست و بعد پهنای سربی رنگ دریاست که آرام نیست. هم همه دریا سنگین است. موجها متلاطمند. عین‌هو موجهای روزی که دریا جسد شریفه را پس داد. اصلا عوض شده بود. تن نازک و ترکش چنان ورم کرده بود که اگر خال درشت بناگوشش نبود و اگر سوختگی پشت دستش نبود و اگر علنگوهای طلا و خلخالهای نقره‌ایش که حالا به گوشت ورم کرده نشسته بود نبود، تردید می کردم که شریفه باشد. موی شبق گونه شریفه ریخته بود رو پهنای صورتش. شاخه کوتاه مرجانی لای گیسهایش نشسته بود. عینهو خوشه افشان تاج خروس، اما به رنگ صدف کدر. رو ماسه ها و رو گوش ماهی های رنگ به رنگ تاق باز افتاده بود و دست راستش رو سینه‌اش بود. یک لحظه همه چیز برایم زنده شد. وقتی که کفرم را بالا می آورد و بعد وقتی که می بوسیدمش و گونه هایش را بومی کردم و دلداریش می دادم و داشت حالم به هم می خورد. دریا شریفه را پس داده بود. رانده بودش تا کنار پایه های ساروجی خزبسته اسکله مخروبهی که حالا متروک شده بود و بعد وقتی که جزر شده بود جسد مانده بود رو گوش ماهی های ریز و درشت و رنگ وارنگی که قاطی ماسه های مرطوب ساحلی بود.
قرش دریا تکانم می دهد. میدان دیدم دریاست و ماسه های زرد کنار دریا. زنی سیاه پوش و سیاه پوست زیر بار سنگینی که رو سر دارد پیچ و تاب می خورد و از حاشیه دریا می راند به طرف بندر چارک. پانویس: بندر چارک نام یکی از بنادر کوچک حاشیه خلیج فارس واقع در غرب بندر لنگه. ادامه داستان. راه رفتن زن به قدم می ماند. راسته که ممدو با مرادی داره به هم می زنه؟ از رفتن باز مانده بودیم. علی برای قدم خیر دل سوزانده بود. اینو دیگه همه می دونن قدم. حتی جاشوای بندر خمیرم می دونن که ممدو مثل خار سپهلو تو گلو مرادی گیر کرده. و بعد حرف علی رنگ همدلی گرفته بود. قصهشو نخور قدم. زندگی همینه. چند ماهی می شد که مرادی قدم را رها کرده بود، اما قدم هنوز باورش نمی شد. قدم خیر داده بود، بابا سعید برایش دعا نوشته بود و شبانه با ترس و دلهوره دعا را برداشته بود و برده بود قبرستان و پایین پای قبر کهنه‌ای چال کرده بود که افاده نکرده بود. بعد بابا سعید بهش نعل داده بود که تو آتش بگذارد. نیمه های زمستان بود. قدم آتش ولمی گیرانده بود و نعل را گذاشته بود تو آتش و از خانه زده بود بیرون و سر راه مرادی ایستاده بود که حکمت نعل را ببیند، اما انگار نه انگار که روزی روزگاری مرادی با قدم سر و سری داشته است. و بدتر از همه ظهر که به خانه برگشته بود دیده بود که آتش نعل فرش نازنینش را سوخته است، که دیگر آن روی سگش بالا آمده بود و پاشنه دهانش را کشیده بود و هرچه از آن نبتر است بار خودش کرده بود و گیسش را کنده بود و با ناخن صورتش را خراش داده بود. پانویس: ولم به معنی فراوان. آتش ولمی گیرانده بود یعنی آتش زیادی، آتش فراوانی روشن کرده بود. ادامه متن. مرادی چند ماهی بود که قدم را ول کرده بود و گلویش پیش ممدو گیر کرده بود. از دست انور مشتی بیرونش آورده بود و پول عرقش را می داد و خرجش را می داد که برود پیش طلا و یا برود بغل شریفه بخوابد. دل قدم پر بود. اومد گفت غریبم. گفت که از تیپ جهرم تازه منتقل شدم. تنهام و کس و کنیزی ندارم. دلم تنگه. تو غربت دارم جوون مرگ میشم. دلم به حالش سوخت. به حال جوونیش سوخت. راش دادم تو خونم. براش سفره انداختم. خروس اختم رو که از جونم بیشتر دوستش می داشتم براش سر برید. برا مهموناش چپشم و سر برید و از عرق که بدم می اومد به دست خودم براش ریختم که زهر مار کنه. شب تا سحر بغلم خوابید. جورابای بوگندوشو شستم. رختاشو شستم. تنکهاشو. هر روزم به خاطرش پا می شدم و راه می افتادم بازار که هر چه دلش میخواست براش بخرم. ماهی گواب، گوشت تازه کره. حالا توف به ای روزگار. توف. پانویس: چپش یعنی بزغاله یک ساله. گواب نوعی ماهی مرغوب جنوب. کره یعنی گوسفند. علی مچ دست قدم را میگیرد. کار دل قدم خیر، قصهشو نخور. فصل دوم. فردا شب مهمون منی. علی دستش را تکان می‌دهد و راه می‌افتد به طرف ماشین حسن گکو که سوار شود و برود بندر کنگ. پانویس: بندر کنگ یکی از بنادر حاشیه خلیج
واقع در چند کیلومتری شرق بندر لنگه. ادامه داستان. تا بندر کنگ راهی نیست. اگر پیاده برود 1 ساعت است. ماشین لکنته حسن گکو 10-15 دقیقه می رود. میریم پشته یه شکم از عزا در میاریم. برای علی پول رسیده است. علی، مادرت. پولو میگی؟ خب آره. با این دست تنگ نمیدونم. قرض و قوله میکنه. کلفتی میکنه. تو هم هیچی نمیگی. 100 بار براش نوشتم که وضعم خوبه. نوشتم که میدم از دبی برام جنس میارن و میفروشم. ولی به خرجش نمیره. خب پولو برگردون. یا خرج اضافی. خرج اضافی؟ 2-3 بار این کارو کردم ولی دوباره پولو برگردوند. دوباره پولو برگردوند. با یه نامه پرگله و گلایه که بدتر دلم شکست. 11 ماه و 20 روز است که تو بندر لنگم. ماهای اول کاظم منتقل شد شیراز. حسن خودش را به ناخوشی زد تا رفت لار و تو بیمارستان بستری شد و بعدش هم ماند همانجا. عطا را فرستادند بندر خمیر. اگر علی نبود دق می کردم. دستش را تکان می دهد و می پرد رو گلگیر ماشین حسن گکو و ستون در را می گیرد. ماشین پت پت می کند و راه می افتد. خستم، سنگینم، خودم را از سکوی بلند قهوه خانه انور مشتی می کشم بالا و می نشینم رو نیمکت. انور مشتی قلیان را چاق می کند و می دهد به دستم. خورشید افتاده است تو انبوه نخلهای حاشیه شهر که از انتهای خیابان مساح پیداست. انگار که نخلها گر گرفتند. انور مشتی تنباکو و اردک را قاطی می کند و می گذارد پای لسش. پانویس: اردک سنگ گونه ایست شورمزه و ترد که با تنباکو قاطی می کنند و پای لسه می گذارند. ادامه داستان. به قلیان پک می زنم. چیزی به غروب نمانده است. از تو دود آبی رنگ قلیان خورشید را می‌بینم که انگار تو نخلستان آتش ریخته است. انور مشتی آب تنباکو را تف می‌کند به ستون سنگی مدور میان قهوه‌خانه که تا نصفه از آب تنباکو زردی می‌زند. قهوه‌خانه خلوت است. انور مشتی تنباکو را پای لسه جابجا می‌کند و لب نیمکت چندک می زند و به حرف می آید. توف به ای روزگار که به هیچ که وفا نمی کنه. می دانم که می خواهد از مرادی و ممدو حرف بزند. تا دل به حرفش بدهی سفره دلش را باز می کند. تموم گوشت تنش مال منه. با ممدو است. همه ی زندگیمو خرجش کردم. مگه یه قهوه خونه فسقلی چقدر درآمد داره؟ روزی 2 کیلو قند بیشتر حبه نمی کنم. پانویس: فروش چای در قهوه خانه ها بر اساس قند مصرفی در روز تعیین می شود. ادامه داستان. مگه مداخلش چنده؟ ساعت وستنواچم رو فروختم و خرجش کردم. انور مشتی اگر عرق بخورد چیزهای دیگر هم میگوید. علنگوهای زنم رو بلند کردم و فروختم و خرجش کردم که فهمید و چه قشقرقی به پا کرد و آبروی چندین چند سالم رو برد. حالا میره بغل خواب مرادی میشه. توف، اگه احترام لباس و درجه گروهبان مرادی رو نداشتم می دیدی که کاری می کردم کارستون.
ولی اگر گروهبان مرادی حتی گروهبان هم نباشد و حتی جاشو باشد و یا پادوی قهوه خانه باشد، انور مشتی از پسش بر نمی آید. گرم بازوی مرادی از گردن انور مشتی کلفتر است. سبیلش چنان پرپشت است که به پاچه بز می ماند. قدش از دو زر چیزی کم ندارد. اما عرق که کاری بشود و سر انور مشتی که گرم بشود، حرفش را می زند و دلش را خالی می کند. گفت بایسیکل می خوام. براش خریدم. رانویس بایسیکل کلمه انگلیسی به معنای دوچرخه. ادامه داست. گفت تنوکه فرنگی میخوام. دادم قاچاقچی ها از دبی براش آوردن. 12 تا 12 رنگ. دلم میخواست که ای درجه مثل توف لعنت رو بازوی مرادی نبود. اون وقت میدیدی که چه کاری میکردم کارستون. ولی انور مشتی، تو از پس گروهبان مرادی بر نمیای. استکان عرق را تو چاله گلو خالی میکند. چینهای صورتش تو هم میرود. به گوشه چشمانش اشک مینشیند، تف میکند و میگوید درسته. استخوان ماهی را مزمزه میکند و باز میگوید درسته، از پسش بر نمیاد. درست میگی. او گروهبان، تفنگ داره، سرنیزه داره، درجه داره، زور داره، آدم دولته. اگه دلش بخواد زورم میگه. با سرنیزه اشکمم هم پاره میکنه. اما ما چی دارم؟ ما که یه قهوه‌چی بیشتر نیستم. یه قهوه‌چی که همش 2 کیلو قند حبه میکنه. ها، تو راست میگی، از پس گروهبان مرادی بر نمیام. اما میدونی با همه ای حرفا. باز تف میکند و ادامه میدهد. حقش نبود محمدو رو از دستم بگیره. ای مردونگی نیست، ای ناجوان مردیه. اما انور مشتی، تو میباد بدونی که نه کپر برا آدم خونه میشه و نه جنده زن. تو هم میرود. آخه محمدو که جنده نیست. اونم جنده است. مثل لنگ هموم هر روز قد یکیه. پانویس قد یعنی کمر. ادامه دست. انور مشتی آه می کشد. چه کنم؟ دوستش دارم. از لب نیمکت بر می خیزد. استکان خالی را از رو میز بر می دارد. چشمان چپش تو چشم خانه می گردد و می گوید توف به ای روزگاه. اصلا حوصله حرفهای انور مشتی را ندارم. قلیان را رها می کنم و بلند می شدم. انور مشتی آب غلیظ تنباکو و اردک را تف می کند پای ستون مدور میان قهوه خانه و می پرسد که کجا می روم. می داند که بی خودی می پرسد. می داند که یا می روم پشت قهوه خانه آهن و یا می روم کنار دریا و می نشینم رو صخره های خز بسته ساحلی و دریا را نگاه می کنم و عرق میخورم تا منگ شوم و بروم بخوابم. کجا میری؟ چیزی نمیگویم و راه میفتم. استکانها را رها میکند تو جام و بلندتر میگوید امشو میایی پشته؟ میگویم اگه حالشو داشتم میام. گیلان دارد دکانش را میبندد. بازار تعطیل شده است. بوی تند ادویه و بوی چای خارجی و صابون خارجی و سبزی پلاسیده و روغن دختر هندی و دارچین و بوی چرم دم کرده هوای زیر طاق بازار چرا سنگین کرده است. گیلان دست کلیدش را دور دست می گرداند و می گوید شنیدی که چه تیکه خوبی اومده لنگه؟ یکی دو روز بود که شنیده بودم. تو بندر لنگه همه چیز خیلی زود برملا می شود.
حالشو داری امشو بریم سراغش؟ میخوام برم بخوابم. تو هم ای روزا چه تلخ شدی. لنگوتش را روشانش جا به جا می کند و راه می افتد و دشداشه توسی رنگ گاباردین تو پاهای بلندش می پیچد و نعلینش به صدا در می آید. می روم سراغ علی دادی که 30-40 روز می شود پسرش را بردند جهرم سربازی و دست تنها شده است و خودش آستینش را بالا زده است و نان می پزد. دستت درد نکنه، او چراغ روشن کن. چراغ توری علی دادی را میگیرانم و آویزانش میکنم به پایه چوبی کج کنار منبر. پانویز منبر میز دکان نانوایی که برای فروش نان مورد استفاده قرار میگیرد. ادامه داستان. نور چراغ توری میدان قناس جلوی دکان نانوایی علی دادی را که تا دهانه بزرگ بازار سرپوشیده پیش رفته است و نقش دالبر آجوری جا به جا ریخته تاق سردر بازار چرا روشن می کند. از قلوم خط داشتم. غلام پسرش را می گوید. به تو هم سلام رسونده. علی دادی نان را می اندازد رو نانبند و ته بازار چرا نگاه می کند. داره میاد. سربر میگردانم و ته بازارچه را که تاریکی غروب تیرش کرده است نگاه میکنم. کی داره میاد؟ شریفه. نان را میزند به پیشور تنور و وردنه را برمیدارد. پانویس پیشور قسمت جلو تنور که در دو طرف دهانه آتشگاه قرار دارد. ادامه داستان. علی دادی همه کارهای دکانش را خودش می کند. از خمیر کردن تا چانه گرفتن و پهن کردن و پختن و فروختن. مگه همش چقدر پخت می کنم؟ چانه خمیر را با کف دست پهن می کند. چشمش به دهانه بازارچه است. می پرسم شریفه کیه؟ ازش حرف می زند. امروز روز سومه که پیدا شده. نمیدونم. شایدم روز چهارم باشه. خودش میگه اهل اسفندقه جیرفته. با یکی از گروهبانهای تیپ جهرم اومده. با کامیون خاربار. پانویس اسفندقه یکی از بخشهای ناحیه شهرستان جیرفت از توابع کرمان. ادامه داستان. شنیده بودم که گروهبان رهایش کرده است تو بندر لنگه و رفته است. شنیده بودم که یکی از اتاقهای خانه های نیمه مخروبه را تمیز کرده است و آب و جارو کرده است و جلو پلاسش را پهن کرده است. لنگه چول شد. کشف حجاب که شد همه زدن به دریا. دست زن و بچه هاشونو گرفتن و رفتن قطر، دبی، شارجه. کار و بار و خونه و زندگیشون رها کردن و زدن به دریا. پانویس قطر دبی شارجه از امارات عربی خلیج فارس. ادامه داسته. علی دادی نان را پهن می کند و می اندازدش رو نان بند. سلام. نگاهش می کنم. سبز است. گونه هایش تکیده است. خال درشت سیاهی رو بناگوشش نشسته است. دو خط مورب مات از گوشه‌های لب زیرینش تا دو طرف چانه‌اش کشیده شده است که تلخی می‌زند. ترکه است. تنش تو پیراهن چیت خاکستری رنگی غالب گرفته شده است. چادرش می‌لغزد رو شانه‌اش. مویش پریشان است و مثل پر زاغ سیاهی می‌زند. انگار آرام ندارد. انگار چیزی تو تنش، تو جانش بیقرار است. دو آتیشه باشه، مشتی علی. علی دادی لبخند میزند. کنجدم میخوای؟ بزن. یک لحظه نگاهمان در هم میشود. لبخند میزند. لبخندش به دل مینشیند. دلم باز میشود. یک سال و نیم بیشتر است که لبخند هیچ زنی را ندیدم.
دلم را میزنم به دریا. کجا میشینی؟ زیر چادر پیچ و تاب میخورد. خونم رو میخوای بدونی که چی؟ صدایش صاف است و دلنشین. تو نگاهش و خندهش شیطنت هست. باز میپرسم خودت تنهایی؟ میگوید باید بدونی؟ علیدادی نان کنجدی دو آتشه را میاندازد رو منبر. خیلی ممنون. و راه میافتد. از علیدادی میپرسم تو میدونی کجا زندگی میکنه؟ میگوید خیال میکنم پشت برکه رودباریا. راه میافتم. کجا؟ میگویم شاید برم کنار دریا. ماه سر زده است. کوچه ها تنگ و دراز و پیچا پیچ است. انگار که انتها ندارند. گاه که درازی کوچه خم بر می دارد، نور ملایم ماه جاری می شود و دیوارها را و زمین خاکی را رنگ می زند و کمی بعد که کوچه به خم دیگر می نشیند، تیرگی مثل قیر چسبنده می شود و کوچه تنگتر و درازتر و پرحوصله‌تر می شود که انتهایش یا به دریا می رسد و یا به پرچین‌ها و نخلستان‌های غبار گرفته بیرون شهر. اینجا و آنجا گاوها پوزه به زمین می کشند و تو کوچه‌ها می گردند. از میدان بزرگی که شترها خوابیده‌اند می گذرم. بوبوی فخاره می آید. پانویس فخاره ماهی هشینه، نوعی ماهی ساردینی با هسته خرما تبخ می شود تا خوراکی باشد برای دامهای شیرده. ادامه داست. صدای تو در همه هزاران جیر جیرک از خانه هایی که دیوارهاشان رو هم ریخته است بیرون می زند. از انتهای بازار مساح سر در می آورم. سید دارد لنگه های تخته‌ای در دکان را جا می اندازد. نبند سید. می رود ته دکان و نیم بطری عرق را می پیچد تو روزنامه کهنه و می دهد به دستم. راه می افتم. فکر می کنم که شریفه را پیدا کنم. پیدا کردنش کار مشکلی نیست. اگر بخواهم تمام خانه های لنگه را یکی یکی بگردم، 2 ساعت بیشتر وقت نمی گیرد. می دانم که باید پشت برکه رودباری ها باشد. آنجا 10-12 خانه بیشتر نیست که تو یکیش محمد نور زندگی می کند و تو یکیش طلا و بقیه خالی است با دیوارهای روهم ریخته و اتاقهای تنگ و تاریک که همه سقفهای چندلیشان شکم داده است. پانویز چندل یا سندل نوعی چوب محکم است. ادامه داستان. برکه رودباری ها را دور می زنم. چند گاو گرسنه کنار برکه پوزه به زمین می سایند. از تو چند خانه مخروبه میان بر می زنم. تو همه خانه ها سر می کشم. شریفه را پیدا می کنم. خانهش در و پیکر ندارد. انتهای حیات 2 اتاق هست که هر 2 کنار هم تو ایوان نشستند. از لای در نیمه باز یکی از اتاقها نور کمرنگی بیرون زده است. از پله های ایوان بالا می روم و سر می کشم تو اتاق. بوی مهیوه تو اتاق پیچیده است. پانویس مهیوه خورشی است که از ماهی منو و ماهی هشینه که 2 نوع ماهی ساردینی هستند درست می شود. این خورش بدبو اما خوش خوراک است. ادامه داستان. شریفه نشسته است کنار لامپا. اتاق سوت و کور است. تو چارچوب در می ایستم و نگاهش می کنم. مویش رها شده است رو شانش. نور لامپا رو چهرش سایه انداخته است. صدایش را می شنوم. کیه؟ میگویم منم. تو کی هستی؟ چیزی نمیگویم. جلوتر میروم. چشمانش برق میزند. لبانش تلخ رو هم نشسته است. خطهای مورب گوشه های لبش عمیق تر شده است.
اومدی خونه ما که چی؟ حرفی برای گفتن ندارم. بی اینکه حرفم را سبک سنگین کنم از دهانم میپرد. اومدم کمکت کنم. کمک؟ چنان میگوید که گزندگیش از کاردی که به دل نشیند کاری تر است. وا میروم. از خودم خجالت میکشم. فکر کرده بودم که بروم و بنشینم و با هم عرق بخوریم و شبی را بگذرانم. یکو همه خواهش ها تو دلم میمیرد. سرد میشوم. هیچ انتظار نداشتم که زنی با این سن و سال تنها و بیپناه که تو بندر لنگه رهایش کرده باشند و رفته باشند اینطور خجالت زدم کند. پا پس میگذارم که بروم. چند لحظه در آستانه در اتاق منتظر میمانم که شاید باز حرفی بزند. هیچ نمیگوید. سرش تو کار خودش است. انگار دارد چیزی را وصله میکند. هوای اتاق رو دلم سنگینی میکند. دارم خفه میشوم. به پیشانیم عرق مینشیند. از اتاق میزنم بیرون. ماه بالا آمده است و زمین باز جلوی برکه رودباری ها را رنگ زده است. از لابلای گاو هایی که رو زمین خوابیدند و نشخار می کنند می گذرم. نیم بطری عرق تو جیب شلوارم است. بیرونش می آورم. با کف دست می زنم ته شیشه. چوب پنبه شل می شود. در بطری را باز می کنم و گرما گرم دو قلپ سر می کشم. زبانم و گلویم می سوزد. از کنار پرچین نخلستانی که انتهای شهر است می گذرم. صداهای شب تو هم است. نیمه فروردین ماه است. بوی خوش تل فضا را پر کرده است. پانویز تل غلاف خوشه خرما. ادامه داست. هیچ کس تو کوچه ها نیست. تا برسم کنار دریا نصف شیشه را خالی می کنم. حالا دیگر عادت کردم که عرق را بدون مزه بخورم. روزهای اول سخت می‌خوردم. به چشمانم اشک می‌نشست. گلویم می‌سوخت و گاهی هم می‌شد که معده‌ام آشوب می‌شد و عرق را پس می‌داد. اما بعد که به عرق پناه بردم تا روزهای خالی و تنهایی را پر کنم، با طعم و بو و گزندگیش اخت شدم و برایم عادی شد. می نشینم رو قالب ساروجی بزرگی که از اسکله مخروبه و متروکه جدا شده است و تو ماسه ها نشسته است و تا نیمه خزه بسته است. دریا پیش رویم گسترده است. آرام است. نور ماه سطح دریا را روشن کرده است. از دور دست کشتی بزرگی به طرف شرق می راند. همه چراغ‌هایش روشن است. می رود به طرف قشم و بعد تنگه هرمز. عرق کرختم کرده است. یک قلپ دیگر می خورم. حالا مزه عرق را نمی فهمم. انگار که لبانم، زبانم و گلویم سر شده است. چشمانم را رو هم می گذارم و می روم تو خودم. تلاش می کنم که از زخم حرف شریفه و بی‌اعتنایی‌اش و تلخیش رها شوم. هم همه جاشوها به گوشم می نشیند. سر شب هوا که صاف باشد با لنجها می زنند به دریا و هنوز فلق ندمیده است که با ماهی های صید شده باز می گردند. ماهی سرخو، سنگ سر، کلاغ ماهی، ماهی گباب شوریده و چشمانم را باز می کنم. جاشوها از بالای اسکله گمرک تشاله ها را با سینه به دریا هل می دهند و می رانند به طرف لنج ها که دور از ساحل لنگر انداختند. پانویز تشاله نوعی قایق متوسط است. ادامه داستان. آسمان چنان صاف است و ماه چنان روشن است که حرکت خرچنگ ها را رو ماسه های ساحل می بینند. جاشوها دست جمعی آواز می خوانند. ممیرم به دریا سیت سوقات می آرم. مثل موج دریا دائم بیقرارم. و صداشان همراه باد ملایمی که رو سطح دریا کشیده می شود تا دور دست ها می رود. صدای لال محمد از همه پرتوانتر است. مثل عرق خوردنش
که همه را از پا در می آورد و مثل سینه زدنش که همیشه میدان دار است. صدای لال محمد اوج می گیرد. لنچ مو به گل نشسته، نرسم به ساحل، نشکنم عهدی که بستم، خود گواهی ای دل. کسی صدا می کند، سر بر می گردانم. حواست کجاست؟ گروهبان قانم است. تنهایی؟ می گویم مثل همیشه. گروهبان قانم می نشیند کنارم. بطری عرق تو جیبش است. پنیر هم دارد که مثل سنگ است. تا می نشیند از بازرسهایی حرف می زند که استوار مالک بی سیمچی گردان خبرش را داده است. قرار ایروزا بیان. نمیدونم. همی دو سه روزه. سر و صدا پیچیده است که استوار خوشنام رئیس پاسگاه بندر چارک از حاج روستا و شیخ ابراهیم چاه مسلمی حق و حساب گرفته است و بار قاچاق چند لنج را دور از پاسگاه خالی کرده است. یه تلگراف رمز زده. در بطری عرق را باز می کند. استوار جهانگیر میگه. صدای جاشوها دور می شود. گروهبان قانم با بطر عرق ور می رود و بریده بریده زیر لب حرف می زند. برا هنگ لار لنچ ها شراع می کشند. نمی دونم، شایدم تیپ جهرم. ازش می پرسم استوار خوشنام؟ می گوید ای طور می گن. خودش تنها؟ ای طور می گن. گروهبان قانم استکان لبطلایی کوچکی را که بیشتر به انگشتانه میماند از جیب بیرون می آورد. دو استکان پشت سر هم می خورد و تف می کند. پنیر را نیش می زند. مزمزه می کند و بعد باز به حرف می آید. می گم چطوره که تو وضع تو برای ای بازرسا که میان بگی شاید فرجی شد. فایده نداره. ناامیدی؟ اگر می شد که همه چیز را برایش بگویم و اگر می شد بگویم که تبعید من زجر و شکنجه و زندانی شدن گروه گروه زنان و مردان و تیرباران دست جمعی افسران با توضیح برای بازرسان حل نمی شود، حالیش می شد که قضیه از چه قرار است. باز حرف می زند. اقلکم ردت کنن بری یه شهر درست و حسابی، دست کم لاری، جهرمی، شیرازی. بهش میگویم که تو بندر لنگه راحت ترم. کسی پاپیم نمیشه که مجبور باشم برم پادگان سر خدمت، که برم صف جمع، که سر صبحگاه یا شامگاه حاضر بشم و دعا بخونم. همی که هر روز برم پیش استوار جهانگیر و خودم رو معرفی کنم کسی کاری به کارم نداره. بگوید اینو که میدونم. فردای شبی که رسیده بودیم بندر لنگه، سرهنگ مهربان فرمانده گردان مرزی هر چهار نفرمان را احضار کرده بود و با من اتمام حجت کرده بود و گفته بود که اگر آرام باشیم راحتمان میگذارد تا دوره محکومیتمان تمام شود. اما وای به حال و روزگارتون اگه قصد اخلال داشته باشید. اگه بخواین نظم پادگان رو به هم بزنین یا تو شهر ماجرا بپا کنین، راحت میفرستمتون جزیره تنب مار، جزیره فرور، بنی فرور. پانویس نام سه جزیره کوچک در آبهای خلیج فارس که متعلق به ایران است. ادامه داست. و بعد وقتی که خوب برامان خط و نشان کشیده بود گفته بود که برویم تو گاراژ عدنانی و اتاق پنج دری را بگیریم و توش زندگی کنیم. اتاقمان کنار اتاق علی بود که با خروشی با هم زندگی می کردند. علی آمد که کم و کسری هامان را روبراه کند. شلوغ بود و پر سر و صدا. خب بچه ها، علی خیلی زود با من خودمانی شد. اینجا ما همه غریب هستیم، کس و کاری هم نداریم، شما هم تبعیدی هستین و ما هم دست کمی از شماها نداریم. گیرم که
ما تبعیدی خدایی هستیم. اگه کاری از دستم میاد بیرو در وایسی بگیم. و بعد خودش راه افتاده بود و رفته بود بازار و چند بشقاب و قابلمه و قاشق و چنگال برامان خریده بود و آورده بود. یک ماهی تاوه هم بود که تو هوا تکانش داده بود و گفته بود بیشتر از همه چی این ماهی تاوه به دردتون میخوره. ظهر ماهی، شب ماهی، ماهی سرخو، ماهی گباب، سنگسر، حلوا، ماهی صبور، کلاغ ماهی. اگه خوشتونم بیاد با ماهی متو و ماهی هشینه هم میتونین محیه و درست کنین. پانویس: ماهی متو نوعی ماهی ساردینی است که بین 7 تا 8 سانتی متر طول دارد. ماهی هشینه نوعی دیگر ماهی ساردینی است به طول بین 10 تا 15 سانتی متر. ادامه داستان. و از محیوه که حرف زده بود دماغش را گرفته بود و تو دماغی گفته بود اما اگه تحمل بوی گندشو داشته باشید. گروهبان قانم میگوید انگار تو فکری. میگویم نه. دستش را دراز میکند و میگوید ای استکانو بزن. استکان عرق را از دستش میگیرم. بعد پنیر سفت زرد رنگ را که به کلوخه آجر میماند، باید از شیر شتر باشد، به طرفم دراز میکند. حالا لنج ها دور شدند و دیده نمیشوند. کشتی رفته است و سوسوی گریزان چراغهایش از دور دست ها دیده میشود. ماهی پرندهی که زیر نور ماه به رنگ نقره خام میماند از آب جست میزند بیرون. رو هوا قوس بر میدارد، رو سطح دریا پر می کشد و دورتر به آب می نشیند. گروهبان قانم زمزمه را شروع می کند. شروه می خواند. صدایش زنگدار و غمناک است و به دل می نشیند. گروهبان قانم باید اهل جهرم باشد. پانویس: شروه نوعی آواز غمناک است.